الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى اما بعد علیکم و رحمت الله وبركاته امروز نیز بار دیگر با درس دیگر از دروس آداب اسلامی موضوع آداب سخن گفتن در کنار شما بینندگان عزیز هستیم در دو برنامه گذشته ما به برخی از این آداب اشاره داشتیم و امروز به حول قوه الهی به سراغ آداب دیگر از آداب سخن گفتن میریم و به اونها آشنا میشیم و در سخنان خودمون به اذن الهی اونها رو به اونها عمل میکنیم اولین موضوعی که اولین ادبی که برنامه امروز رو با اون آغاز میکنیم بینندگان عزیز اینه که هنگام سخن گفتن صدای ما بیش از حد لازم بلند نباشه مشخص است که صدای بلند شنونده رو ناراحت میکنه صدای بلند باعث ناراحتی شنونده میشه ما میبینیم که در سوره لقمان آیه 19 الله سبحانه و تعالی نصیحتایی که لقمان به فرزند خودش رو داشتن در این در سوره برخی از اونها رو ذکر میکنه به عنوان مثال در سوره لقمان آیه 19 اومده که الله که لقمان به فرزند خودش میگه که وقصد فی مشیک وقضد من صوتک ان انکر الاصوات صوت الحمیر یعنی در راه رفتن خود متعادل باش نه سریع راه برو و نه بسیار آهسته نه سریع سریع و نه آهسته آهسته و صدای خود رو پایین بیار و بدون که قبیه ترین صداها و زشترین صداها صدای اولاغ هست پس انسان بایستی در سخن گفتن خودش این مسئله رو به مسئله توجه دا داشته باشه و بدونه که لازم نیست بیش از حد لازم سخن خودش صدای خودش رو بلند کنه که این باعث ناراحتی شخص شنونده میشه و به قول معروف اعصاب اونها رو به هم میریزه البته مگر در صورتی که حاجتی وجود داشته باشه مثلا در جنگ فرمانده سپاه مثلا با صدای بلند صحبت میکنه که سربازان رو تشویق کنه به اونا رو حماسه حماسه بر بیاره و تشویق کنه برای جنگیدن و اینا و شاید در برخی از اوقات مثلا در خطبه های روز جمعه مطلبی هست که خطیب اون رو با صدای بلند میگه برای تاکید کردن بر روی اون و اینکه شنوندگان اون رو خوب به خاطر داشته باشن اگر حاجت وجود داشته باشه ضرورت وجود داشته باشه مسئله نیست اما به صورت عام و به صورت کلی انسان واسه به گونه سخن بگه که صدای او برای شنونده شنیده بشه اما از این حد بالاتر نره که در این صورت باعث آزردگی شنونده خواهد شد از دیگر آدابی که بایستی آنها را مراعات کنیم در سخن گفتن های خودمون اینه که بینندگان عزیز در سخنان خودمون از کلمات بد و ناپسند بپریزیم بیا خدای نکرده دچار دشنام نشیم به کسی دشنام ندیم کسی را مورد سب قرار ندهیم و کسی را با سخنان خودمون جریه دار نکنیم این مسئله بسیار بد رسول الله صلی الله علیه و این مطالب رو این صفات رو صفات از صفات مؤمنین نمیدانند فکر که مؤمن هرگز امکان نداره این جنین باشه مؤمن هرگز امکان نداره که سخنان اون سخنان بد باشه سخنان ناپسند باشه در سخنان اون دشنام وجود داشته باشه هرگز رسول الله صلی الله علیه و سلم در یکی از فرمایشات خیش در رابطه میفرمایند لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذی یک انسان مؤمن هرگز عیبگو نیست و هرگز لعنت کننده نیست و هرگز بد زبان نیست و سخنان زشت و ناپسند نمیگه انسان مهم بدین صورت است سخنان او هرگه همیشه در اونها سخن بد نیست کلمات بد نیست کلمات ناپسند نیست سب و دشنام وجود نداره در سخنان انسان مؤمن و مسلمان نه چون یک انسان مؤمن و مسلمان همواره مراقب سخنان خودش هست که ولی به بالله سخنی نگه که باعث این بشه که در فردی قیامت بر او پشیمانی به بار بیاره چون این فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم رو شنیده و به اون ایمان کامل داره که و ان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم انسان سخنی رو بر زبان میاره که باعث ناخشنودی و نارضایتی الله سبحانه و تعالی میشه و این سخن باعث میشه که این شخص در آتش جهنم فرو بره. پس یک انسان مؤمن و مسلمان همواره مراقب سخن خودش هست که همون‌گونی که در آداب قبل از این ذکر کردیم سخنان او همیشه سخنان زیبا رو انتخاب میکنه سخنان پسندیده رو انتخاب میکنه سخنان نیکو رو انتخاب میکنه و در عین حال همگونه که اشاره میکنیم از سخنان بعد از سخنان ناپسند خودش رو هرچه بیشتر دور نگاه داره میریم به سراغ اسوه خودمون الگوی،, الگوی خودمون رسول الله صلی الله علیه و اتفاقی در زندگی ایشون رخ داد گروهی اومدن و با رسول الله صل... به خطاب رسول الله سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم سخنی بد گفتند سخنی ناپسند گفتن اما ببینیم عکس العمل رسول الله صلی الله علیه و سلم که باعث درسی باشه برای همگی ما پیروان ایشان گفته شده که روزی عده‌ای از یهود نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و اونها به جای اینکه به رسول الله صلی الله علیه و سلم بگن السلام علیکم سلام بکنن بر پیامبر صلی الله علیه و سلام. گفتن السلام علیکم السلام در زبان عربی یعنی مرگ یعنی موت مردن یعنی معنی سخنان اینا این بود که مرگ بر شما مرگ بر شما السلام علیکم نه سلام علیکم ما با دیگه السلام علیکم اینها به جای اینکه بگن السلام علیکم گفتن السلام علیکم فکر کردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم این سخن اونها رو نمیشنوه اما رسول الله صلی الله علیه و سلم سخنان اینها رو شنیدند و به همین صورت مادر ما و مادر تمامی مؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نیز که در اونجا بودند سخنان اونها رو شنیدند و ایشون از این مسئله بسیار ناراحت شدند ام المؤمنین عایشه صدیقه که این گونه یهود بدین صورت با رسول الله صلی الله علیه و صحبت کردند و به جای سلام کردن گفتن السلام علیکم این مرگ بر شما خیلی عصبانی شدند به قول معروف از کوره در رفتن و خطاب به اونها گفتن السلام علیکم و لعنکم الله و غضب علیکم یعنی مرگ بر شما و الله سبحانه تعالی شما را لعنت کند و بر شما غضب کند این گونه ام المؤمنین عایشه صدیقه جواب یهود رو دادن پیامبر صلی الله علیه و خطاب به همسر محبوب خیش فرمودند که ای عایشه آرام باش ای عایشه آرام باش عصبانی نشو همواره در کارهات و در سخنانت رفق داشته باشو از خشونت و بدگویی بپرهیز عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها گفتن که ای رسول الله مگر نشنیدید که اونها چی گفتن مگر نشنیدید که اونها چی گفتن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که عایشه ای مگر تو نشنیدی که من چی به اونها جواب دادم اونها گفتن السلام علیکم منم در جواب اونها گفتم و علیکم و من نیز در جواب اونها گفتم و علیکم و الله سبحانه تعالی دعای اونها رو در مورد من مستجاب نمی کند اما دعای من در مورد من مستجاب خواهد شد یعنی اونها به خودشون بد کردن اونها به خودشون بد کردن هنگامی که من گفتن السلام السلام علیکم من به اونها گفتم و علیکم به همین راحتی رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه عکس العمل خوشو نشون بدون اینکه بخوان یک کلمه بد و یا ناپسند رو به کار ببرند بدون اینکه بخوان کلمه بعد و ناپسند رو به کار ببرند با کمال خونسردی و به کار بردن کلمات پسندیده جواب اونها رو دادن جواب این دسته از یهود رو که این گونه با رسول الله صلی الله علیه و برخورد کردن و این گونه با رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن گفتن رو دادن حالا برخی از انواع سخنان بد و ناپسند هست بینندگان عزیز برادران محترم خواهران محترم که ممکن است ما اینها را سخنان بد ندانیم یا توجه نکنیم به این سخنان اون گونه که باید و شاید از سخنان بدی که ما بایستی خودمون از اونها دور نگاه داریم بپریزیم از اونها بد گفتن و دشنام دادن به مردگان هست حالا ممکنه که بیا خب شخص مرده در این دنیا نیست من پشت سرش هر چی بگم گفتم میگم که نه انسان مؤمن و مسلمان حرمت او هم در زندگی دنیوی اوست و هم در پس از مرگ او به همین خاطر نیست ما میبینیم که دین مبین اسلام ما را از اینکه پا بذاریم روی قبر نهی کردن به اینکه اگر ما استخونی را گیر بیاریم استخون شخص مؤمن و مسلمانی که مثلا از قبر بیرون اومده باشه بنا به هر حق نداریم اون رو بشکنیم توهین اهانت به قبر پا گذاشتن روی قبر نشستن روی قبر تمام اینها نه شده این ما این بخاطر خاطر حرمتی است که یک انسان مؤمن و مسلمان پس از مرگ خود نیز داره همون گونه که در هنگام زندگی اون حرمت داشته باشه اون احترام گذاشته میشد به همین خاطر ما میبینیم که پیامبر ما الگوی ما صلی الله علیه و سلم در رابطه میفرمایند لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا به مردگان دشنام ندید به مردگان دشنام ندید اونها رسیدن به نتیجه اون چیزی که انجام دادن رسیدن به نتیجه اون چیزی که انجام دادن اگر کار نیک انجام داده بودن مستحق بهشت بودن به این پاداش رسیدند و اگر کار بد انجام دادن به غضب الهی رسیدن شما در دخالت نکنید چون مسئله غیبی نمیدونید نتیجه اونها چی بوده نمیدونید نتیجه کار اونها چی بوده پس به اونها بد نگید با اونها فوش ندید با اونها دشنام ندید لا تسب انبات لا پس ما بایستی به این مسئله توجه کنیم هرگز مردگان بد نگیم هرگز به مرد... مردگان بد نگیم و حرمت اونها رو نگاه داریم و بدانیم که اونها حرمت دارن احترام دارن در... پس از مرگ همان گونه که در زندگی در هنگام زندگی حرمت داشتند البته البته بیان اشتباهات برخی از اونها خطاهای اونها که ممکنه کسانی اکنون از اونها پیروی کنند این مسئله نیست این غیر از دشنام دادنه این غیر از سب هست این که بیان کنیم مثلا فلان شخص مجاهره به معصیت بوده جهرا معصیتی رو انجام میداده مثلا این کار اشتباه بوده نباید این کار انجام میداده یا اشتباهی گمراهی در مسائل علمی در مسائل عقیدتی داشته ما با این رو بیان کنیم این غیر از سب هست این غیر از دشنام دادن هست این بیان اشتباهات اونهاست بیان اشتباهات مردگان مسئله ای نیست اما اینکه مردگان و از بالله سب داشته باشیم دشنام بدیم اونها این درست نیست و رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را از این مسئله نهی کردن مخصوصا و, مخصوصا و مخصوصا و مخصوصا اگر این مردگان به ما خوبی کرده باشند اگر این مردگان به گردن ما حقی داشته باشند که در رأس اونها بینندگان عزیز صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله سلم هستند که با زحمت خیش با جان فشانی خیش اسلام رو به ما رسوندن اسلام رو به ما رساندن به همین خاطر نیز ما میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمانان را نه کنند از اساءه ادب یاران خودشون به صحابه کرام این به خاطر اون حقیه که اونها برگردن نسل های پس از خود دارند نسل پس از خود دارن رسول الله صلی الله علیه و سلم در در یک از فرمایشات خیش در این رابطه میفرمایند لا تسبوا اصحابی لا تسبوا به یاران من بد نگید به اونها دشنام ندید فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه. که اگر احدی از شما به اندازه کوه احد انفاق کنه صدقه بده به اندازه اون چیزی که یکی از یاران من در کف دست خودش یا نصف اون صدق داده اجر و ثواب نخواهد برد این بیان منزلت والای صحابه است که در اون هنگام در اول رسالت بار سنگین دعوت به سوی توحید و یکتاپرستی و اسلام رو به دوش کشیدند و به تنهایی در مقابل تمام دنیا قرار گرفتند اما امروز ما به راحتی به کل به راحتی میتونیم بگیم مسلمان هستیم نماز بخونیم روزه بگیریم اما در اون موقع هنگام در ابتدای اسلام یک صحابی هنگامی که میگفت مسلمان هست تحت اشد انواع تعذیب قرار میگرفت اموال خودش را از دست میداد تحت شکنجه قرار میگرفت این گونه بوده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را امر کردن به احترام گذاشتن به اونها و به دوری جستن و به بالله از سب و دشنام دادن به آنها از دیگر مسائلی که ما بایستی از اون بپرهیزیم به این مسئله بد نگیم سخن بد در رابطه به کار نبریم دشنام دادن و یا بد گفتن به روزگار هست به قضا و قدر الهی است به بخت و اقبال خود است و به اون چه که معبود بر حق بینندگان عزیز بر من بر شما مقدر کرده نباید به این مسئله بد بگیم نبایستی به این مسئله بد بگیم در حدیث قدسی حدیث قدسی ما میدیریم حدیثی که در اون پیامبر صلی الله علیه سلم که الله سبحانه وتعالی این گونه فرمودند در این حدیث قدسی رسول الله صلی الله علیه سلم که الله سبحانه وتعالی میفرمایند قال الله تعالی یؤذین ابن آدم، یصب الدهر و أنا الدهر، بيد الامر اقلب الليل والنهار، انسان مرا می میکند، آزار میدهد. البته ما میدنیم که در مورد این صفات این صفات به گونه است که در کشایسته و لایق عظمت و کبریای الله سبحانه و تعالى، این اعتقاد ما، اهل سنت و جماعت در رابطه با این گونه مسائل هست. یؤذین ابن آدم، انسان مرا آزار میدهد، عزيت میکند، یسب الدهر، به دهر بد میگوید به روزگار بد میگوید به اقبال خود به بخت خود بد میگوید و انا دهر در حالی که مدبر دهر من هستم مدبر دهر مدبر روزگار مقدر قضا مقدر من هستم تقدیر میکنم چه صورت بگیرد چه صورت نپذیرد به یدی الامر امور تمامی امور در دست من هست اقلب اللیل و نهار روز و شب را من مقدر می کنم اون چی که در روز و شب رخ می دهد را من مقدر می کنم پس انسان هنگامی که به روزگار بد گفت به قضا و قدر بد گفت به اقبال و بخت خود بد گفت و ایاز بالله به صورت غیر مستقیم به الله سبحانه تعالی که این مسئله را مقدر کرده بد گفته است به همین خاطر نیز هست که این مسئله باعث ناراتی الله سبحانه تعالی می شود و یک انسان مؤمن و مسلمان بایستی بپرهیزد از بد گفتن دشنام دادن به روزگار به وقت و اقبال خود و به دهر همان گونه که در حدیث شنیدیم دوستان اشاره میکنند که وقت برنامه امروز ما پایان رسیده ما آداب دیگه در رابطه با سخن گفتن داریم که انشاءالله اونها رو در برنامه آینده ذکر خواهیم کرد و آخر دعوانا سبحان ربی که رب عما و سلام علی المرسلین و لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.